خب بچه ها، من ابتدا روی کاغذ بهتون نشون میدم اندازه ها و مدل ها رو که ببینید به چه صورتیه. مثل این دامن سه طبقه است. طبقه اول 35 سانته، به اضافه در از 32 سانته، 3 سانت، 3 سانت و نیم هم به اضافه تر در نظر میگیرم برای کشی که داخلش قرار میگیره، چون باید برگرده. طبقه های دیگه هم 32 سانت که 2 سانت هم جای دوخت در نظر میگیرم دیگه، یعنی 30 به اضافه 2 سانت. یه مستطیل میخوام ابتدا به اندازه دور باسنتون به اضافه 20 سانتی متر به اندازه، حالا اولی رو من 35 میگیرم دیگه. تیکه دوم، طبقه دوم دو تا من از مستطیل اول میخوام، دو تا به اندازه همون، حالا ارتفاعش 32 سانت. طبقه سوم سه تا من این از این اندازه میخوام، سه تا اندازه مساوی ارزش، حالا طولش میگم دیگه همون 32 سانت شما در نظر بگیرید، که قراره که این چین بخوره بره به طبقه پایین طبقه اول وصل شه، و پایینم این طبقه سومم قراره که چین بخوره به پایین طبقه دوم وصل بشه، به همین راحتی به این صورت. حالا ما برای اینکه چینا منظم تر باشه، شما میتونید وسط به وسط همه اینا رو مثلا کوک بزنید، حالا تو آموزش بهتون نشون میدم وسط ها رو کوک بزنید که چینا منظم تر باشه. پارچه که استفاده کردم پارچه نخیه، این تیکه اولمه، یه دونه پارچه، یه تیکه پارچه شد به اندازه 35 در دور باسن به اضافه 20 سانت همه. این تیکه طبقه دوم همه، طبقه سوم همه که 3 سانته، طبقه دوم هم که 2 سانت بود بهتون نشون دادم. به این صورت حالا من میام ابتدا طبقه اول رو درزش رو میدوزم، یه درز بیشتر نداره دیگه، درزش رو میدوزم، چرخ میکنم و کمرش رو برمیگردونم به اندازه کشی که داره، نیم سانت حالا یه سانت اضافه تر که کش رد بشه از داخلش، و اینه که شما کش راحت رد شه، و وقتی هم که کش رو دوختید یه دور عروش عروی کمر برید که کش تکون نخوره. ببینید الان من یه قسمت هم اینجا باز گذاشتم برای اینکه کش رو از داخلش رد بکنم، به همین راحتی کش من کش 3 سانت، نیم سانت اضافه تر گذاشتم، هلوش 1 سانت هم که این بر میگرده دیگه، که میخوام لبه ها رو تو میره. کش رو من از داخلش رد میکنم، بعد از اینکه کامل رد کردم دو طرف کش رو به این صورت، ببینید خود اضافه تر کش که داخلش رد شد، دو طرف کش رو میذارم روی هم دیگه، بعد چرخش میکنم و در نهایت هم یه دور با چرخ از روی کمرم میرم که کشم ثابت بشه و تکون نخوره، بر نگرده، نپیچه توی کمرم. حالا من میام تیکه دوم رو میدوزم، دو تا درز داره، دو تا درزا رو میدوزم، چین سوزنی میکنم. حالا چین سوزنم درجه چرخ بهتون نشون میدم. وقتی که چین سوزنی کردم، این چین سوزنی قراره که این تیکه دوم قراره که به پایین تیکه اول وصل بشه، یعنی اندازه ای ما چین میدیم که اندازه پایین تیکه اول بشه. چین سوزنی اینطوریه، من روی درجه دوش چرخ گذاشتم، درجه دوختم و یعنی روی 6 گذاشتم و حالا چرخ میکنم ببینید چین میخوره. حالا چینا ممکنه که یه دست نباشه یا اندازه نباشه، به اندازه ای من رو چین میدم که به تیکه پایینم یکی بشه، یه اندازه بشه. دو طرفش رو میذارم کنار هم دیگه، یک درزا رو میذارم رو درز طبقه بالا و وسطش رو، وسط اون قسمتم همینطور، و این دوتا طرف رو چیناش رو منظم میکنیم. میتونیم این وسط این قسمت رو هم اینجا رو هم شما سوزن بزنید که چینا رو بتونید راحت تر، چون تیکه ها بزرگتر میشه راحت تر بتونید به هم بدوزیدش. این یعنی قسمت اول و دوم من آماده است، چینا رو دوختم و یه اتو هم بهش زدم. میریم سراغ تیکه سوم. تیکه سوم دو تا سه تا درز داره دیگه، این سه تا درز رو، حالا هر تعداد درز بود دیگه، شما بستگی به گشادی و تنگی که میخواییم، ولی استانداردش همینه. و پایین دامن رو هم من چرخ کردم، قسمت بالا رو هم چین میدم. چینا این رو که دادم، بعد اندازه چین بدم که بشه به تیکه پایین تیکه دومم یک اندازه بشه. خب حالا الان دیگه میریم سراغ بست کردن تیکه ها به هم دیگه و دیگه چرخ کردن و تموم شدن کارمون. ببینید من این دوتا تیکهی که یه تیکهی که چین سوزنی کردم رو وسط این قسمت و وسط اون قسمتش رو به دست میارم، به کناره ها وصل میکنم، دوباره وسط به وسط دامن رو روی هم میذارم و کلن میتونید خورد خورد این چینا رو به هم بدوزید که چینا همه جا یک دست پخش بشه،
یه جا سنگین بشه، یه جا مثلا چینش کم باشه نشه. یه دست سعی کنید چینا رو پخش کنید، با دستتونم زیر چرخ چینا رو منظم کنید، مرتبش بکنید به این صورت. این هم مرحله آخر کارمون، یک دامن ساحلی خیلی خوشگل و خوشفرم و خنک که راحت میتونید این رو برای خودتون بدوزید و کیفش رو ببرید. چون بلنده من در نظر گرفتم، به راحتی میتونید اینو استفاده بکنید. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه، برای دوستانتون بفرستید، برای دوستان هنرمندی مثل خودتون بفرستید که اونا هم بتونن از این آموزش استفاده کنن. منتظر نظراتتون توی کامنت ها هستم.